سلام به شما همراهان عزیز به مشروع خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید اوربان جنگ اوکراین به محض قطع حمایت آمریکا و اروپا پایان می‌یابد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان جمعه 14 آوریل در مصاحبه گفت درگیری نظامی در اوکراین به محض اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت مالی از کیف را متوقف کنند پایان خواهد یافت. او تاکید کرد اوکراین به لحاظ مالی و اقتصادی ورشکست شده است. اوربان گفت اوکراین کشوری است که از نظر اقتصادی وجود ندارد سوال این است آیا ما اوکراین را به همین شکل حفظ میکنیم به محض که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصمیم به توقف کمک مالی به دولت اوکراین بگیرند جنگ تمام خواهد شد به گزارش خبرگزاری تاس اوربان در ادامه گفت در حال حاضر وضعیت متفاوت است مالیات دهندگان مجارستانی باید از اوکراین از طریق بودجه مشترک اروپا حمایت کنند اینکه اقلیت مجارستانی همچنان در اوکراین مورد آزار و اذیت قرار میگیرند بد است به گفته وی کمک مالی آمریکا و اتحادیه اروپا اوکراین را قادر به پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق میکند و سیستم های اداره امور عمومی و مراقبت های بهداشتی را سر پا نگه میدارد بعدی هیست که این وضعیت نمیتواند زیاد دوام ببرد سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یهودیان بدانند که اسرائیل دیگر محلی برای زندگی نیست چمدانها را ببندند معاون سیاسی سپاه گفت اسرائیل باید محو شود و این باور به یقین میرسد یهودیان بدانند که اسرائیل دیگر محلی برای زندگی نیست آنها چمدانها را ببندند و به کشورهایشان برگردند او گفته است جنبشهای ضد اسرائیلی در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که آزادی قدس بسیار نزدیک است. ایجاد رژیم صهیونیستی و اسرائیل اساسا جعلی است. عمر این رژیم کودک بیش از 70 سال نمیرسد و تاریخ نشان می دهد که این رژیم جعلی و بی‌تمدن است. هرش زلنسکی و همدستانش 400 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا را دزدیدند. به نقل از روسیه الیام، سیمور هرش نگار تحقیقی بر این باور است زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات ارشد او صدها میلیون دلار از مالیات دهندگان آمریکایی را خوردند و فساد در اوکراین ممکن است برابر با آنچه در افغانستان دیده می شود باشد. هرش در مقاله جدیدی در ساب استک با استناد به تخمین سیا مدعی شد که زلنسکی و همراهانش سال گذشته حداقل 400 میلیون دلار از بودجه ایالات متحده برای خرید سوخت دیزل اختلاس کردند. ظاهرا کیف سوخت دیزلی را که برای جنگ ضروری است از خود روسیه خریداری و در این فرایند مبالغ زیادی از بودجه ایالات متحده را که برای پرداخت سوخت اختصاص داده شده صرف می کند. پیش از این گزارش های مبری بر اینکه چگونه فرآورده های نفتی منشأ روسیه از طریق بلغارستان و لیتوانی به اوکراین راه یافته بودند منتشر شده بود طرح مربوط به کشور بالتیک که مفصل توسط برنامه تلویزیونی لیتوانی گزارش شد ممکن است تحریم های ضد روسیه اتحادیه اروپا را نقض کرده باشد